از زمان در واقع ثبت در واقع اون لاجمنت بهش میگین درسته؟ از زمان لاجمنت فکر میکنم 7 ماه یا 8 ماه بعد. آره 8 ماه. لوش 8 ماه. حالا که صحبت شهر ادلید شد، یه مقدار توضیح میدین که اصلا به نظر خودتون چه نکات مثبتی داره چه نکات منفی؟ چون ببینید کلاینت های ما و اصولا خب فکر میکنم یه چیزیه که خیلی هم نرمال و طبیعیه که این اتفاق میفته، بیشتر راجع به ملبورن و سیدنی شنیدن و وقتی که صحبت از مناطق ریجنال میشه، حالا شهرهای بجز ملبورن و سیدنی و بریزبن، این دیدگاه هم پیش میاد که شاید یه تفاوتایی وجود داشته باشه، شاید اون شهرها امکانات خوبی نداشته باشن، هرچند که من در مورد ادلید مطمئنم که همچین چیزی نیست، ولی میخواستم شما هم لطف بکنید یه توضیح بدین که به نظر خودتون چه جور شهریه به لحاظ امکانات، مشکلی که ندارید اونجا؟ نه اصلا ببینید، من این نکته رو اول بگم، چون خب ما چون خانوادگی اومدیم اینجا و یه سری پارامتری بود که برای ما خیلی مهم بود که باید اون استانداردها و اونا حتما باید می بود برای ما. ببینید توی استرالیا شما اصلا با این موضوع مواجه نمیشید که یه جایی امکانات داره یه جایی نداره. اینجا امکانات همه جا هست، حتی شاید توی جاهای دور افتادش هم برید شاپینگ سنترها هستن، به مرکز تفریحی، پارک، هر چی که بگید توی مناطق دور افتادش هم هست. اصلا این موضوع رو شما فراموش کنید. در واقع همه کارمون انجام دادیم که بیایم اینجا. ما خیلی خودمون خیلی راضی هستیم از اینکه اومدیم اینجا، چون اینجا سبک و سیاق شهرش شهر خیلی زنده و بزرگ و خیلی خوشگله. بعد تو استرالیا معروفه به شهر فستیوال ها. بعد ببینید همه امکاناتی که شما فکرش رو بکنید که تو سیدنی هست اینجا هست، شاید بیشتر از اونجا هم باشه. میخوام بدونم که یه نفر که برای اولین بار وارد کشور استرالیا میشه چه چالشایی ممکنه باهاش در واقع مواجه بشه، چه مواردی رو باید از قبل در نظر داشته باشه؟ شما زمانی که رفتید سیدنی اونجا خونه ای اجاره کردید یا نه مثلا پیش دوستان و آشنایان و اقوام بودید در ابتدا؟ نه ما خونه اقوام بودیم اونجا. یک ماه ما تو سیدنی بودیم و از بابت اینکه تو سیدنی بخوایم باشیم ما مشکلی نداشتیم. ولی نکته ای که وجود داره، دوستانی که وقتی که میرسن، خب اینجا کسی که اگه بخواد کسی بخواد خونه بگیره، حالا از طریق hotels.com یا booking.com یا Airbnb، اینا خب یکم هزینه ها براشون زیاده. اینا باید در واقع دوستان باید بهش توجه کنن زمانی که میخوان بیان اینجا، به فرض حداقل تصمیمشون رو بگیرن که کجا میخوان برن، کجا میخوان زندگی کنن، چون هزینه ها براشون با توجه به این شرایطی که الان وجود داره باید بیان تا ماها اینجا به ریال خرج کنن، براشون ممکنه سخت باشه. من توصیه‌ام برای دوستان اینه که از قبل تصمیمشون رو بگیرن، تحقیقاتشون رو بکنن کجا میخوان زندگی کنن، چون دیگه نمیتونن وقتی یعنی به فرض بیان برن مثلا سیدنی بعد تصمیم بگیرن که حالا کجا برن، این براشون خیلی هزینه زا هستش. بعد در این پروسه به هر حال هزینه تو این پروسه خیلی زیاده. اونجا کاری که میتونستیم انجام بدیم مثلا کاری اولیه مثل باز کردن حساب بانکی بود که حساب بانکیمون اونجا باز کردیم و همین حساب بانکی هم حتما شما باید یک در واقع مکانی محل زندگی رو داشته باشید که حساب بانکی باز کنید، چون اینجا مثل ایران نیست. شما وقتی که میرید بانک و در واقع حالا مدارکتون رو میدید، پاسپورت و اینا رو میدید که میخواید حساب بانکی باز کنید، اینجا همون لحظه بهتون کارت بانکی رو بهتون نمیدن. ممکنه یکی یا دو هفته طول بکشه کارت پست میشه به اون آدرسی که شما دادید. پس بنابراین پستی حتما باید داشته باشه. حتما. یعنی مثلا خیلی دوستان بودن که خب من شنیدم که توجه نکردن، رفتن مثلا یه Airbnb یه خونه گرفتن یه هفته موندن، کارتشون بعد پست شده به اون آدرس، بعد یه مقدار درگیر این بودن که برن کارتشون رو پیدا کنن و بگیرن. بنابراین کارت به اون آدرسی که دادن براشون پست میشه. یعنی باید فکر میکنم حداقل دفعه اول مثلا باید دو هفته یه خونه رو بگیرن. کلا پروسه سختی که نداره گرفتن و ثبت نام مدیکه؟ نه ببینید پروسه سختی نداره. توی سیدنی نیو ساوث ویلز اونجا سرویس NSW سرویس وجود داره
که باید به اونجا مراجعه کنین. یه سری فرم هایی رو داره، البته آنلاین هم هست. شما باید اون ویزا رو باید براشون، ویزا، ویزای در واقع خود شخص اول و خانواده به همراه کپی پاسپورت ها، باید به همراه اون فرم هایی که پر میشه باید به اون آدرسی که میدن ایمیل بشه. یه چیز خودهوش یک ماه طول میکشه تا کارت مدیکر صادر میشه و باز به همون آدرسی که داده شده پست میشه. پس بازم اینجا آدرس خیلی مهمه. ولی دوستان اگر یه موقع آدرسشون رو عوض کردن و مدیکرشون طول میکشه براشون بیاد، میتونن پس از اینکه در واقع اون انرولمنت رو انجام دادن، بعد از دو هفته یه هفته هر وقت که جاشون عوض شد تماس بگیرن و تلفنی به اون در واقع اپراتوری که توی یه شماره تلفنی هست برای مدیکر تماس بگیرن و بهش بگن که مثلا به این آدرس برای من بفرست، یعنی جایی رو آپدیت کنن و اونا این کارو میکنن. ما این کارو کردیم خودمون، ما تو سیدی در واقع کاراشو انجام دادیم، اومدیم اینجا آدرس خونه خودمون رو اینجا بهشون دادیم. ثبت نام فرزندان توی مدرسه هم توضیح میدین، فرمودین که یه پسر بچه داریم، درسته؟ بله. ببینید مدرسه اینجا، خب ماهایی که مهاجر هستیم و بچه ها ممکنه دوستان بچه مدرسه‌ای داشته باشن، حالا یا سن کم باشه یا سن های بالاتر، اینجا یه سیستمی داره، یه سری مدارسی هستن یه سیستمی داره به اسم سیستم IMS. بله. که واقعا Intensive Learning English دارن، یعنی دوستان باید برن اون مدارس رو پیدا بکنن، به دلیل اینکه توی اون مدارس همراه با در واقع تحصیلشون باشون به صورت خیلی مثلا خصوصی و پرایوت 3-4 تا بچه هن 5 تا بچه هن باشون زبان کار میکنن و در عرض چند ماه اینا رو انقدر زبانشون خوب میشه که بعدها میگن که اینا میتونن بیان تو مینستریم. مینستریم یعنی این که به فرض این بچه دیگه راحت میتونه انگلیسی صحبت کنه، میتونه بفهمه، میتونه بنویسه، بعد در واقع میتونه هر مدرسه بره ثبت نام کنه. این مدارسی که IMS هستن توی در واقع دوستان میتونن تو هر شهری که هستن پرسجو کنن، پیدا کنن خونه رو بر اساس اینکه، یعنی قبل از اینکه در واقع خونه رو بگیرن، جایی بگیرن که نزدیک اون مدارس باشه که بتونن بچه رو اونجا ثبت نام کنن، چون اینجا مدارس خونه ها باید توی اون ایریا باشه، اگه نباشه ثبت نام نمیکنن، باید تو ایریا باشن. آره. موضوع کار اینجا، آره، من خوشبختانه من که اومدم اینجا یکم کارامو که انجام دادم خیلی زود تونستم مشغول به کار بشم. ببینید پروسه کاری اینجا یه مقدار، دوستانی که میخوان بیان، اگه دوستانی که فنی هستن یه مقدار کار براشون راحت تره، این راحت تر میتونن اینجا سر کار برن. اگه خاطرتون باشه من هم موقعی که اقدام کردم از سازمان TRA در واقع اسسمنتم رو گرفتم، اینجا هم خیلی به کارم اومد، چون من در واقع دیپلم فوق دیپلم و لیسانس هم مکانیک خودرو هستش و اینجا خیلی های دیمنده. خیلی های دیمنده و توی در واقع ادلاید به دلیل اینکه اینجا یه شهر خیلی بزرگیه و خیابونای خیلی پهن و بزرگی داره و همه اینجا با ماشینای خودشون شخصی خودشون رفت آمد میکنن، واسه همین اینجا سیستم اتومبیل و نمایندگی‌های زیادی داره، یعنی نمایندگی‌های کمپانی مختلف هستش و من هم تو همین زمینه توی یکی از این شرکت‌ها اینجا مشغول به کار هستم. یعنی دقیقاً تو فیلد تخصصی خودتون مشغول به کار شدید؟ تخصصی خودم، بله بله. ببینید اینجا برای اینکه شما بخواید سر کار برید، اینجا رفرنس در واقع همون سایت و اپلیکیشن seek.com هستش. بله. تو لینکدین هم هست البته، ولی لازمش اینه که شما یه رزومه خوب داشته باشید. خب ما هایی که از ایران میایم، خب ببینید ما اینجا چند تا چالش داریم، ما از ایران میایم هم موضوع زبان رو داریم، همین که ما لایسنس و اون سرتیفیکیت هایی که مورد تایید اینا هستش رو نداریم، درسته؟ چالش اصلی ماست اینجا. ولی باز دوستان فنی یک مقداری که میتونن امیدواری داشته باشن که با توجه به اینکه اگه هر چقدر که تو موضوع فنی قوی تر باشن، زمانی که یه رزومه خوب درست کنن برای اون شرکتی که در واقع آگهی رو داده از طریق وبسایت براش بفرستن، اگه بتونن اینترویو رو بگیرن، حالا اینترویو ها عموما اینجا برای بعضیش آنلاینه بعضی حضوریه، چون در واقع اینترویو اگه بتونن طوری پرزنت کنن که اون کارها رو بلدن، بعد تو کار هم خودشون رو نشون بدن، جاب رو میگیرن.
یعنی نیازی به گذروندن اون دوره ها دیگه نیست. دیگه نیاز نیست. یعنی باید در واقع به اینا بهش میگن هندز آن باشن، یعنی بتونن اون به فرض اگه طرف میگه من تعمیرکار لوازم خانگی هستم، من اگه نجار هستم، اینا اصلا همه چیشون بر اساس تراسته. یعنی میگن که اگه شما اومدی و اعلام کردی که من یه نجار خوبم، خیلی خوب، تو کار باید تو کار بهشون نشون بدی کارت خوبه. چون ما سرتیفیکیت های اینها رو نداریم و لایسنس هاشون رو نداریم، باید از این طریق جاب رو بگیرین. بعد اگر کسی حالا در حین کارش خواست بره این لایسنس ها رو بگیره، باید اینجا بره تو تیف ثبت نام کنه یا حالا جای مربوطه و بتونه اون سرتیفیکیت ها رو بگیره. ببینید اگه بخوایم ما به صورت کلی نگاه کنیم، اگه کسی بخواد بیاد اینجا، اینجا خب خرید خیلی راحته. یعنی اینجا شما خیلی راحت میتونید برید ماشین بخرید، وسایل خونه بخرید، هر چی که بخواید میتونید راحت بخرید. و این خریدها باعث میشه که در واقع هزینه هایی رو وارد میکنه به شما که ماهیانه یا حالا هفتگی که بر اساس کانترکتتون از حسابتون کم شه. ما در واقع بنا رو برای میذاریم که کسی بخواد بیاد اینجا با یه حسابی در واقع داشته باشه، یه مقدار مبلغی داشته باشه که بتونه یه سری چیز اولیه رو بخره. مثلا کسی که اینجا میاد اگه بتونه یه ماشین رو بخره که بتونه راحت رفت آمد کنه، دیگه ماهانه اون هزینه که از قرار بره ماشین رو از کمپانی بخره و حسابش کم کنه نداره. در مجموع میخوام اینو بگم که درآمد اینجا اگه خروجی این شکلی نداشته باشه خوبه، یعنی خیلی خوبه. یعنی کار راحت، شما میتونی هزینه های زندگی رو میتونی، اجاره خونه رو راحت میتونی بدین و بابت خرید مایحتاج خونه و وسایل خونه میتونید کار رو انجام بدین، ولی به شرطی که یه مقدار پشتوانه مالی داشته باشید اون فرد که بتونه یه سری چیز اصلی رو تهیه کنه که ماهیانه از حسابش کم نشه. یه مقدار آره.